به نام خدا. سلام دوستای نازنین، در آشپزخانه ما خوش آمدین. انشالله که جور و صحت مند باشین. امروز تصمیم دارم یک کباب ترکی پخته کنم به نام چوکرتمه کباب، که بسیار یک کباب عالی و مزه‌دار است. واقعا طعمش عالی است. دیگه خواستم امروز شما عزیزانم شریک بسازم با معرفی مواد اولیه و پخته کردنش شروع میکنم. خب بر پخته کردن از این کباب احتیاج به گوشت داریم: کچولو، بانجان رومی، ماست، نمک، مرچ سیاه، مرچ سرخ، آویشن، پیاز، مسکه، سیر و شیر. بسم الله گفته پخته کردنش شروع میکنم. در قدم اول گوشت رو تمیزم. من گوشت ششتم، بعد از اینکه ششتم خوب صحیح ماندم، آبش بره، آبش گرفت، برای نیم ساعت در داخل یخدان ماندم، یعنی در داخل فلیزر ماندم که کمک بره گوشت یخ بزنم. باز گوشت که یخ بزنه بسیار راحت برش زدن میشه. اگه گوشت نرم باشه باز هیچ خوب صحیح برش زدن نمیشه. من برای یک نیم ساعت ماندم. ببینید بسیار با آسانی گوشت به اندازه دلخواهی که میخواین برش زدن میشه. بسیار نازک نازک گوشت برش بزنین، به یه اندازه که ما برش زدیم. هر چقدر نازک باشه اما قدر کبابش مزه‌دار و خوبش میاد. بعد از اینکه گوشت ریزه کردم در داخل یک کاسه مندازم. من گوشت گوساله گرفتیم 2 کیلو. دیگه مرچ سیاه رو درش مندازم، مرچ سرخ انداختم، آویشن انداختم، نمک به مقدار لازم. دیگه 2 دانه پیازم رنده کردیم، آبش فقط مندازم، خود پیاز نمندازم، فقط آبش مندازم. 1 گلاس چای خوریم شیر مندازم درش. بعد از اینکه شیر انداختم خوب صحیح ورز میتونم شه که مواد ها با هم دیگه مخلوط شوه. یک کباب فوق العاده مزه‌دار و بسیار آسان. بعد از اینکه خوب صحیح ورز دادم شه، سرش هم روی پلاستیک میپوشونم، برای 3 الی 4 ساعت میمونم شه. بخاطر که گوشت یک کمک وار سرد است دیگه لازم نیست در یخچال بونیم. میتونید حرارت آشپزخانه بونین اخته کنه. اگه در داخل یخچال بونین باز گوشت خود سخت میشه. دم بیرون از یخچال بونین تا که بر 2 ساعت الی 3 ساعت 4 ساعت هر چقدر که وقت داشتین میتونین بونین. حالا که کچولو گرفتیم، کچولو رو بسیار نازک نازک برش میزنم برای چپس. چپسش باید بسیار نازک باشه، مثل خلال زردک که خلال میکنین اما قدر باید نازک باشه. دیگه ببینین من بسیار نازک نازک برش میزنم. ببینین بسیار نازکه. گوشت گفتم برای 4 ساعت که بخواین داخل آشپزخانه بونین هیچ خراب نمیشه، ولی از 4 ساعت اگه زیاد شد باز امکان داره که خراب شد، چون خودش گوشتم سرد است. دم فضای آشپزخانه بونین 3 ساعت 4 ساعت هر چقدر که وقت داشتین بونین که اخته شوه. خب کچولوی ما رو ریزه کردم. ببینیم به مثل خلال واره ریزه 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 کنم. مال داخل کاسه مندازم، تا جایی که امکان داره آب داشت مندازم که کاملا کچولو زیر آب شوه. کچولو رو بر نیم ساعت تر میکنم که کاملا نشایستش از بین بره. حالا بانجان رو میره توته میکنم تو که کچولوی ما رو نیم ساعت بانیم، گوشت ما رو بانیم، دیگه چیزای ما رو آماده میکنم. چند تا بانجان رو میسرنده کردم که بس سرخ کنم. تا داخل دیگ مندازم. 2 گلاس ماست گرفتیم، 1 همگار نمک دیش اضافه کردم، 2 دندان سیر دیش اضافه کردم. 2 دندان سیرم در داخل بانجان رو میانداختم رنده کردم. ماست ما آماده شد، میتونین از چکام استفاده کنیم. حالا بانجان رومی مورا سرگاز ماندم، روغنم داشت کم را اضافه کردم، 1 همگار نمک هم اضافه کردم، 2 دندان سیرم رنده کردیم داشت انداختم. بانجان رومی مورا سرخ میکنم، 1 قاشق هم اگر دوست داشتین میتونین رو به بانجان رومی داشت بندازین، اگر دوست نداشتین دیگه اضافه نکنین، تنم بانجان رو سرخ کنین. سرخ شد بانجان رومی مورا، پس کردم و دیگه روغن انداختم در تاوی ما. 3 قاشق الی 4 قاشق هم نختم. حالا گوشت دش اضافه کردم. گوشت 2 کیلو استک، گوشت گوسال استک. من برای 2 ساعت موندم. هر چقدر وقت داشتین بانین خوب استک، ولی من برای 2 ساعت موندم. حالا گوشت انداختم، خوب شور میتونم تا که گوشت آب جدا کنم. بسیار کباب راحت و مزدار است، واقعا مزهش عالی است. سرش پوت میمونم که تا که آب گوشت بیه بیرون. ببینین حالا گوشت آب کشیده، کاملا آب در آورده.
یک شور میتم سرش بسته میکنم، حرارت گاز بسیار کم میمونم، کاسته ایسته امرای آب خودش گوشت نرم شوه. برای 30 الی 40 دقیقه میمونم گوشت تا که آبش کاملا خشک شوه. هر چند دقیقه یک را شور میتم شه که نسوزه، مطمئن شوم. ببینین آبش کم شده، دوباره سرش میمونم حالا تا گوشت ما آب خود کاملا خشک کنه. چپس آماده میکنم، در توی ما روغن انداختم. بعد از اینکه روغن انداختم کمک و نمک پاش دادم که روغن باد نشه. روغن که سرخ شد چپس اضافه کنم. همیشه چپس که اضافه میکردیم خوب سعی بعد از نیم ساعت که ما ننشته داخل آب بعد از او در داخل چلو صاف کنین بر یک 10 دقیقه که کاملا آبش بره. آبش که بره باز چپستون بسیار قاق قاق خوبش میه. ببینین بسیار یک چپس عالی آمده. نازک نازک هم ریزه کنین. نمکم به او خاطر مندازم، هم چپس نمکدار میه هم که روغن باد نمیشه. خب چپس ما کاملا پخته شد. گوشت ما را سیل کنم. گوشت ما کاملا آبش خشک شده و سرخ شده. بر یک 5 دقیقه دیگه من تو مرتب شور میتم که جا بدش نمونه، کاملا کبابی شوه. ببینید چقدر خوبش آمده. برای یک 5 دقیقه دیگه هم خوب سعی شور دادم دیگه اجابه نداره. دیگه حالا پسش میکنم در یک دانه تاوی دیگه یک کمک بارم مسکه مندازم. مسکش دل بخواست، اگر دوست داشتین بندازین، اگر دوست هم نداشتین میتونین استفاده نکنین، ولی بسیاری کباب هم مسکه مزه دار میکنن. دیگه گوشت هم آماده است، حالا در ظرف هم میکشم. چپس هم آماده شد، گوشت هم کبابش آماده شد. اول چپس هم مندازم، بعد از اینکه چپس انداختم درش ماس مندازم، ماس که سیر زده بودم قبلا. نوبت از ایست که گوشت اضافه کنم، همین کباب ما را. واقعا یک کباب مزدار عالی آمده. بعد از او بانجان رومی را دیش اضافه میکنم، همین سس که جور کردم امروی بانجان رومی. حال نوبت از ایست که مسکر اضافه کنم. این مسکر بسیار یک طعم مزدار برش میته، بسیار خوشبوی میسازشه، واقعا تمش عالی میسازه. یک کم اگوار ننایت تازه هم دروش انداختم دیگه کباب ما آماده شد. دور از دلتان، بسیار مزدار خوبش آمده. جای تک تک شما عزیزا خالی. بسیار یک کباب آسان است که میتونید در روزای میمونیتون یک کباب مزدار آماده کنین، از میمونیتون پذیرایی کنین. بسیار لذیذ و مزدار است. ببینین دوستان بسیار خوبش آمده. ببینین کاملا آبدار. بانجان رومی را که مندازی، مسکر را مندازی، ماس مندازی، بسیار آبدار خوبش میشه. بسیار یک طعم مزدار برش میده که واقعا من خودم یکی از طرفدارای از کباب هستم. بسیار مزدار است. دیگه جای تک تک شما عزیزان خالی. زیاد خوبش آمده. خب دوستای نازنین، رسیدیم به پایان ویدیو امروز که کباب ترکی آماده کردم. انشالله که خوشتان آماده باشه. اگه خوشتان آمده اتمن با دوستانتان شریک بسازین. تشکر که همیشه مرا حمایت میکنین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان مسپارم. زندگی خوش آرام داشته باشین در کنار فامیلتان. خدافظ شما عزیزم.